در آستانه ماه محرم الحرام گرد همایی بزرگ مبلغین در محضر آیت الله عزبا حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی برگزار شد در این همایش سالانه جمع کثیری از علما فضلا و مبلغان شیعه از اقصا جهان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم حضور یافتند تا بیانات ارزشمند ایشان را سرلوحه برنامه های تبلیغی خیش قرار دهند معظم الله در آغاز بیانات خود با اشاره به آغاز محرم و سفر فرمودند در طول این ماه دو امر اهمیت بیشتری دارد اول تبلیغ اسلام راستین و دیگری اقامه شعار مقدس امام حسین علیه السلام در سراسر جهان به تمام انواع و گونه های آن آیتالله ازما شیرازی دین اسلام را جهان شمول خواندند و فرمودند از آنجا که اسلام برای تمامی ساکنان این کره خاکی فرستاده شده این دین پاک نباید محدود به کشورهای بظاهر اسلامی باشد و کشورهای اسلامی و در رأس آنها حاکمان و عالمان اسلامی باید به این مصیبت پایان دهند و اسلام را در جای جای جهان فراگیر کنند معظم در ادامه فرمودند امروزه دنیا تشنه فرهنگ و معارف اسلام است اما در طول تاریخ چهره اسلام با دروح پردازی ها و خیانت ها تیره و تار شده و باید گرد تحریف ها و بهتان ها را از چهره اسلام زدود تا شاهد رویاوری مردم جهان به اسلام باشیم. ایشان با توصیه به خواندن تاریخ برای شناختن حق از باطل فرمودند آشنایی مردم با سیره حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و امیر مؤمنان علی علیه السلام و, علی و در مقابل بازشناسی شیوه حکومتداری سایر حاکمان عامل هدایت آنان خواهد بود مرجعیت عظیموشان در توضیح این امر فرمودند ظلم و جوری که امروزه در کشورهای بظاهر اسلامی به چشم می آید ریشه در فرهنگ حاکمان بناحق عموی و عباسی دارد در حالی که اسلام از این عملکردها بری است لذا وظیفه نمایاندن اسلام حقیقی با توجه به هدف قیام امام حسین علیه السلام در امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین جدشان بر عهده تک تک مبلغین در هر جایگاهی است آیت الله شیرازی بخشی دیگر از بیانات خود را به شعر حسینی اختصاص داده و فرمودند مطلب حائز اهمیت دیگری که از جانب اعمه اطهار علیه السلام بدان معموریم اقامه شعار حسینی است در این روایات اهمیتی بیمانند برای اقامه این شعار مقدس قائل شدند و حتی از دست دادن جان را برای این امر جایز دانستند ایشان با اشاره به فراگیری شعار مقدس حسینی ادامه دادند در طول تاریخ حاکمان جور از فراگیری و برپایی شعر حسینی واهمه داشتند و همواره با آن مبارزه کردند و می کنند. اما این مبارزه ها نتیجه جز فراگیر شدن شعر حسینی نداشته است. معظم در پایان بیانات خود فرمودند میلیون ها زائر در عمل به دستورات اهل بیت علیهم السلام در زیارت مقدس اربعین شرکت می کنند و شایسته است صاحبان ثروت و قدرت در تسهیل امور رفاهی این زائران بکوشند و در کنار گردآوری سایر امکانات برای فراهم کردن وسایل نقلیه و اسکان آنان احتمام ویژه داشته باشند.